سلام، همین چند روز پیش یه ویدیو ضبط کردم در مورد استفاده از توپ بادی که چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم که بتونیم بازدید کانالمون رو بالاتر ببریم، موضوع مناسب تر انتخاب بکنیم و تگ مناسب تر بزنیم. خب استقبال خوبی شد از اون ویدیو و قرار بود که اون ادامه دار باشه. امروز در مورد یه سری قابلیت دیگه صحبت میکنیم که اغلبش رایگان هست و به شما اجازه میده که بتونید کانال خودتون رو و کانال رقبا رو تقریبا بتونید یه تحلیلی روش انجام بدید. اگر دوست دارید با این امکانات داشته باشید، ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. امیر عباس هستم و شما یکی از ویدیو کانال اسکیل وید رو میبینید. اگر از ویدیو ما خوشتون میاد و تا حالا تو کانال سابسکرایب نکردید، علامت سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله کنارش هم اگر بزنید به واسطه انتشار ویدیو جدید نوتیفیکیشن براتون ارسال میشه. تصمیم دارم بعضی از ویدیو کوتاه رو به زودی داخل پیج اینستاگرام هم بذارم، اگر دوست داشته باشید میتونید اون رو هم فالو بکنید. جدا از اون، در ادامه از شما یه سوالی میپرسم که اگه اون سوال رو جواب بدید، من 10 نفر آقای دوباره انتخاب میکنم و تو ویدیو بعدی کامنتشون رو نمایش میدم. اگر اون عزیزانی که کامنتشون انتخاب شده کانال هم داشته باشن و حداقل 3 تا ویدیو داخل کانالشون باشه، لینک کانالشون تو قسمت دیسکریپشن به مدت 1 هفته قرار میگیره. خب حالا اجازه بدید بریم و در مورد این قابلیت های خوب نرم افزار توپ بادی صحبت بکنیم. قبل از این قضیه اگر نصبش نکردید روی کامپیوترتون، حتما این کار رو انجام بدید. لینکش تو قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم، توپ بادی نصب کنید. قسمت اولش هم لینکش هم براتون میذارم همینجا هم تو قسمت دیسکریپشن، که اگر قسمت اول رو ندیدید اون رو ببینید که چجوری میتونید روی کامپیوترتون نصبش کنید. اجازه بدید بریم روی دسکتاپ و من بهتون نشون بدم که این قابلیتی که در موردشون صحبت میکنم چیا هستن. وقتی توپ بادی روی کامپیوتر شما نصب باشه، موقعی که برید تو صفحه یه ویدیو، یه باکسی اینجا وجود داره به اسم ویدیولیتیکس که خب آمار خیلی خوبی بهتون میده و من زیاد ازش استفاده میکنم. ببینید چی به من میگه. میگه که این ویدیو تا الان چند تا بازدید داشته، چقدر کامنت براش درج شده، چقدر لایک و دیسلایک داشته. خب اینا رو همین پایین هم هست، شما میتونید اینجا هم چک کنید. بازدیدش اینجاست، تعداد لایک و دیسلایکش هم اینجا براتون گذاشته، تعداد کامنت هم پایین هست، ولی با فرمت جذابتر خوشگلتر اینجا نشونتون میده و یه قسمت های دیگه ای هم داره. مثلا گفته که اگر شما این عبارت رو سرچ بکنید، این تولید کننده محتوا برای عبارت مشابه تقریبا 8 تا از 20 ویدیویی که تو صفحه نمایش داده میشه مال این کانال هست. و اینجا یه گزینه کلیک تو لود هست که اگر بزنید این تک هایی که من زدم، این تک ها رو شما به شکل پیش‌فرض نمیبینید، حتما باید سورس صفحه رو چک بکنید. یعنی روی صفحه کلیک راست کنید، بزنید ویو سورس و داخل اینجا بیاید دنبال تگ ها بگردید. ولی خب این نرم افزار میاره چیکار میکنه؟ تگ ها رو جدا میکنه، اینجا نمایش میده. و اگر روی گزینه کلیک تو لود بزنیم، رنگ هر کدوم اینها رو به من نشون میده. الان نشون میده که من برای این ویدیو، برای این عبارات رنگ های خیلی خیلی خوبی گرفتم. و شما اگر دوست داشته باشید میتونید تگ ها رو کپی هم بکنید، اینجا بزنید، اینجا میتونید تگ ها رو انتخاب بکنید، یه لیست بسازید و بیاید تگ ها رو به اون لیستتون اضافه بکنید. البته تو پلن رایگان بیشتر از 3 تا لیست نمیتونید بسازید، ولی اگه نسخه پرو رو تهیه بکنید که تقریبا ماهی 9 دلار هست و اگه کانالتون زیر 1000 تا سابسکرایبر باشه 4.5 دلار در ماه هست، شما میتونید بی نهایت لیست بسازید. یا اینکه نه، اصلا لیست نسازید، بیاید اینجا گزینه کپی تو کلیپ بورد رو بزنید و یه فایل متنی باز بکنید. مثلا من یه نوت پد باز میکنم الان و اجازه بدید من بیارمش نوت پد اینور و ببینید تمام تگ‌هایی که من استفاده کرده بودم رو اینجا به من نشون میده. این تگ‌هایی که کل تگ‌هایی که زدم رو میتونید اینجا داشته باشید. میتونید تگ‌های هر کانالی که دوست دارید رو اینجوری ببینید و هر کدومش رو دوست دارید بردارید. دیگه اینجا چه چیزهایی گذاشته؟ الان این گزینه‌ای که اینجا هست میگه که از کل تگ‌هایی که این کانال زده 13 تاش رنگ خوب داره. رنگ‌هاشو کنارش می‌نویسه که این عددا نشون میده که تو صفحه سرچ من رتبه چندم هستم. یعنی اگه کسی راه اندازی کانال یوتیوب رو سرچ بکنه، این ویدیو رتبه 2 داره. اینجا گزینه سئوش هست یا SEO هست که میگه که نمره به من داده از 0 تا 100. نمرش هم کنارش نوشته میشه. تگاش توی تایتل دسکریپشنش هست. خیلی خوب این کار رو انجام ندادم، با اینکه نمره خوبی هم گرفتم، ویدیو بازدید خوبی گرفته، ولی 10 از 20 بهم داده. یعنی تگامو توی تایتل دسکریپشن نیاوردم. تگا توی تایتل هم هست ولی توی دسکریپشن نیست. میبینید نمیشه تگ این دسکریپشن 5 از 20. دسکریپشن هم خیلی بده، کلا چیزی ننوشتم، 2 خدمت نوشتم، این دسکریپشنش باید اصلاح بشه. و به شما میگه که اون کلماتی که توی تایتل هست تو دسکریپشن داری یا نه. بعد مثلا میگه که توی فیسبوک لایک گرفتی بابتش یا نه، و اینکه سرچ بکنی ببینی توی توییتر کسی در موردت صحبت کرده یا نه. به شما میگه که این کانال چند تا بازدید داشته تا الان، چقدر سابسکرایبر داره و چند تا ویدیو پست کرده و بست پرکتیس ها رو حتی زیر نشونتون میده. میگه که تامنیلش خوبه،
هیچ کامنتی رو پین نکرده، پیشنهاد میدم یه کامنت خودتون بنویسید پینش کنید این بالا که افراد ببینن من این کار رو انجام ندادم، تیکش نخورده. برای کامنت ها قلب میزنید یا نه؟ من خب عادت دارم برای خیلی از کامنت ها میزنم. اینفو کارت داره، یعنی توی ویدیوتون کارت اضافه کردید که خب آموزشش هم بالای صفحه براتون میذارم، قبلا در موردش توضیح دادم چجوری اند اسکرین و کارت اضافه بکنید به ویدیوهاتون. بعد بهتون میگه که تو فیسبوک لایک گرفته یا نه، چپتر اضافه کردید. برای اونم قبلا یه ویدیو ضبط کردم که چجوری بتونیم ویدیوامونو قسمت بندی بکنیم که افراد بتونن خیلی راحت بپرن به قسمت‌های مختلف ویدیو، میتونید اون رو ببینید که متاسفانه برای این ویدیو این کارو انجام ندادم چون این ویدیو قدیمی بوده، باید بشینم همه رو ادیت کنم و این قسمت‌ها رو بهشون اضافه بکنم. و به هم میگه که اند اسکرین داره یا نه، متاسفانه یادم رفته برای این ویدیو اند اسکرین بزنید. خب این خوبی این ابزار اینه که برای ویدیو خودتونم بهتون میگه که این سری کارا رو انجام ندید. کپشن هم که خب چون ویدیو فارسی است من اصلا کپشن نمیزنم، این حالا ضرب دارم باشه اشکالی نداره. تک کارم که بهتون گفتم اینجا وجود داره. بریم سراغ قابلیت بعدی به اسم چنلتیکس. اگر روی گزینه چنلتیکس اینجا بزنید یا برید تو صفحه اول کانال هر آدمی، اجازه بدید من روش بزنم، الان میرم تو صفحه کانال خودم. خب موقعی که وارد صفحه اول کانالتون میشید همین بالا یه باکسی باز میشه که برای من یکی خیلی استفاده داره. اولا که تگ هایی که طرف تو حوزه کانالش زده رو اینجا به شما نمایش میده که چه تگ هایی برای کانال زده شده. این تگ هایی که میبینید اینجا میتونید کپیشون کنید، با زدن روی این گزینه میتونید هم اضافهش کنید به یه لیست یا کلش رو کپی بکنید. اینجا به شما میگه که کلا چقدر بازدید کانال من داشته، چند تا ویدیو دارم، توی ماه گذشته چند تا ویدیو گذاشتم، چقدر ویدیو گرفتم، و اینجا روی یه چارت آمار یک ماه اخیر من رو به شما نمایش میده به این شکلی که الان اینجا داریمش. و این رو شما میتونید بر اساس تعداد بازدید ببینید، سابسکرایبر چقدر گرفتم، مثلا در طول روز من تقریبا روز 100 تا اضافه میشه بهش، بعضی روزا 50 تاست، به این شکل این رو هم میتونید ببینید. و میتونید ببینید که چند تا ویدیو توی ماه گذشته من پست کردم روی یوتیوب. حالا اجازه بدید بریم توی کانال یه آدم دیگه ای که کانال خود من نیست. مثلا من رفتم تو کانال آنباکس تراپی. اجازه بدید که من کانال آنباکس تراپی رو باز بکنم. خب این کانال آنباکس تراپی هست که البته آمار من این خطیه که به کف چسبیده که روزی مثلا 13000 تا بازدید داره کانالشون، یکی از معروف ترین کانال های یوتیوبه که بازدید میلیونی داره اکثر روزها. خب ببین این خط آبیه عملکرد منه، این خط قرمز عملکرد ایشونه که خب اصلا قابل مقایسه نیست. همین رو میتونید در مورد چیزهای دیگه هم ببینید. ایشون مثلا روزی 5000 تا سابسکرایبر میگیره، من روزی 50 تا الی 100 تا. و تعداد ویدیوهایی که منتشر کرده ببینید خیلی تعداد ویدیوهاش بیشتره، 15 ویدیو، یعنی هر دو روز تقریبا یه ویدیو میذاره، یه روز در میون داره ویدیو پست میکنه و ماه گذشته 48 میلیون بازدید داشته. اینجوری میتونید خودتون رو با یه آدم دیگه ای هم مقایسه کنید ببینید که عملکردش چه جوری بوده. حالا اجازه بدید یه ویدیو از این آقا باز بکنم. خب الان من یه ویدیو از کانال آنباکس تراپی رو باز کردم، همون آماری که اونجا هست اینجا میبینید. حالا تو همین نوار سمت راست ویدیو لیتیکس یک گزینه‌های دیگه هم هست که شما میتونید ازش استفاده بکنید. یکیش گزینه کامپر هست که فکر کنم تو نسخه رایگان فقط همین دوتای اول رو دارید، مگر اینکه نسخه پولی رو تهیه بکنید که گزینه‌های دیگه هم در دسترستون باشه. الان شما میتونید این ویدیو رو با معروف‌ترین ویدیوی خود کانال مقایسه کنید، یعنی خود کانال رو با خودش مقایسه کنید. ببینید میگه که این ویدیوی فعلی هست و این معروف‌ترین ویدیوی این کانال هست که میزان مثلا بازدیدش رو می‌نویسه. مثلا میگه این تا الان 4 میلیون بازدید داشته ولی معروف‌ترین ویدیو این کانال 20 میلیون بازدید داره. و شما میتونید خودش رو با خودش مقایسه کنید، ببینید چه تگ‌هایی توی اون ویدیو رتبه گرفته، چه تگ‌هایی توی این ویدیو رتبه گرفته. این کارو میتونید انجام بدید. میتونید الان من اجازه بدید این مقایسه رو پاک کنم، کلیر بزنم و بیام بگم که معروف ترین ویدیو این کانال رو با معروف ترین ویدیو کانال من مقایسه کن. حالا میاد این دوتا رو با همدیگه مقایسه میکنه که ایشون مثلا چقدر بازدید گرفته، که خب باز دوباره مقایسه قشنگی نیستش. من معروف ترین ویدیوم 353000 تا بازدید داشته ولی مال ایشون، یعنی همین ویدیویی که ایشون دارن، نزدیک 4 میلیون بازدید داشته. اگر نسخه پولی رو داشته باشید شما میتونید یه ویدیوی خاص از کانالتون، نه معروف ترین ویدیوتون رو، اینجا آیدیش رو وارد بکنید. این آیدی منظور این آیدی این پشتا، این عددی که اینجا نوشته، عدد که نیست، مخلوطی از عدد و حروف است. این رو اگر اینجا وارد بکنید ویدیوی این کانال رو با اون ویدیویی که شما گفتید با همدیگه مقایسه میکنه، که خب قابلیت خیلی خوبی است. اینا خب قابلیت هایی که معمولا برای مقایسه کانال با یک کانال دیگه هست. یه امکان جالب دیگه هم اینجا وجود داره که به شما اجازه میده که
ببینید کسانی که برای ویدیو کامنت میذارن معمولا در مورد چه مباحثی صحبت میکنن. این رو هم میتونید رو ویدیو خودتون امتحان بکنید، هم میتونید رو ویدیوهای کانال‌های دیگه امتحان بکنید. مثلا متوجه بشید که توی این کانال مردم تو بخش کامنت‌ها الان دارن در مورد چی صحبت میکنن. شاید ایده به شما بده که شما برید ویدیوهای تو اون حوزه ضبط بکنید. اجازه بدید اینجا چک بکنید. الان تو همین ویدیو آنباکس تراپی اگر بیاید پایین‌تر موقعی که تو بادی رو نصب کرده باشید اینجا یه علامت ابر نشونه شما میده. اگر روی این گزینه بزنید یه صفحه باز میشه و کلماتی که مردم تو کامنت ها زیاد استفاده کردن اینجا مینویسه. هر چقدر کلمه‌ای بیشتر استفاده شده باشه اون رو با سایز بزرگتری نشونه تو میده. ببینید الان در مورد آیفون خیلی صحبت کردم، مردم در مورد شارژر صحبت کردم و نوب چون آیفون 12 که وارد بازار شد تو شارژر نداره و مردم خیلی تو بخش کامنت در مورد این قضیه صحبت کردن. خب این ایده میده به کسی که میخواد ویدیو درست بکنه که روی این قضیه مانور بده که آیفون جدید شارژر نداره و اینو بیاد به یه شکلی تحلیل بکنه. از این میتونید استفاده کنید. تو کانال خودتون هم میتونید روی ویدیو خودتون امتحان بکنید و تو پنل ادمینتون هم میتونید این کارو انجام بدید. مثلا تو یوتیوب استودیو اگر باشید میتونید این کارو انجام بدید. الان من تو یوتیوب استودیو هستم، رفتم تو قسمت کامنت ها، همون رو اینجا هم میتونید ببینید. اگر روی این گزینه بزنید به من میگه که در مورد چه کلماتی اینجا صحبت شده که خب چون تم خاصی نداره ویدیو، این کامنت ها مربوط به همه چی هست، در مورد همه چی این کلمات رو میتونید نگاه بکنید. این از و و اینا خب تو فارسی زیاد استفاده میشه دیگه، میتونید تقریبا یه ایده بگیرید که تو کامنت ها در مورد چه مباحثی زیاد صحبت شده. بریم سراغ یه قابلیت دیگه که متاسفانه این تو نسخه رایگان در دست است نیست و کسانی که نسخه پولی همون پایر هم بخرن این قابلیت رو دارن. امکان بدی نیست. اجازه بدید این رو هم با هم بررسی کنیم. ببینید اینجا موقعی که تو بادی نصب باشه شما اینجا این گزینه رو دارید. وقتی بازش بکنید تو این ستون سمت راست توی وبسایت تولز اینجا یه گزینه وجود داره به اسم هلث ریپورت که اگر روی این بزنیم میریم داخل سایت خود تو بادی که اگر احتیاج به لاگین داشته باشید دکمه بزرگ قرمز میاد روش میزنید، لاگین میکنید و داخلش میشید. اینجا ببینید یه سری اطلاعات میده. عملکرد ماه فعلی من رو با ماه گذشتم داره مقایسه میکنه. میگه که مثلا 14% بازدید اضافه شده، مثلا 17% سابسکرایبر اضافه شده، اینگیجمنت تقریبا 2% کاهش داشته به نسبت ماه قبل. اونم به خاطر اینکه ماه قبل یکی دو تا ویدیوی مصاحبه داشتم که البته این ماه هم الان اونا رو پست بکنم هم اتفاق میفته. میگه 15% لایکات اضافه شده، به همون نسبت هم خب طبیعتا دیسلایکام به همون نسبت اضافه میشه و تعداد کامنت ها رو مینویسه و کلی اطلاعات دیگه که اینجا شما میتونید ببینید، حتی رنج سنی افراد، تمام این چیزایی که اینجا میبینید داخل خود پنل انالیتیکس هم هست، منتها تر و تمیزتر و شست و رفته تر اینجا به شما نمایشش میده که بتونید ازش استفاده بکنید. اینم اصطلاحاً همون هلث ریپورت هست. یه قابلیت دیگه که فکر کنم نسخه رایگانم این رو داره قابلیت والویشن چنل شما هستش که میگه که کانال شما با تعداد سابسکرایبری که داری، تعداد ویدیو و بازدیدی که داری، اگر بخوای تبلیغات بکنی واسه بقیه چقدر باید ازشون درخواست پول بکنی، که خب البته بیشتر به درد کانال‌های انگلیسی زبان بخوره چون این معیارش کانال‌های انگلیسی زبان هست. از کجا میتونیم چکش کنیم؟ الان نشونتون میدم. تو همون پنلی که بودید سمت راست یک گزینه والویشن هست. اگر روی گزینه والویشن بزنید باز میایم تو سایت تو بادی و اینجا از سوشال بلو بوک یه سری اطلاعات بهتون میده. البته قبلش میگه که شما باید کانالتون رو وصل کنید به سوشال بلو بوک که بتونه اطلاعات رو بهتون بده. الان میگه اگر من تو این کانال با این تعداد سابسکرایبر و همینطور این تعداد بازدید بخوام واسه کسی ویدیوی اختصاصی تولید بکنم چیزی حدود 1040 دلار باید ازش درخواست بکنم و اگر بخوام اسمشو بیارم مثلا شات اوت بکنم اون رو تقریبا باید 364 دلار ازش درخواست بکنم. رنجش هم اینجا می نویسه، میگه کم کم 400 دلار ولی دست بالا 1600 دلار که حالا وسطش رو گرفته. این پایینیر متاسفانه باگ داره درست نشون نمیده، کفشو گفته 140 ولی بالاش باید حالش 540 باشه که وسطش میشه 364 دلار احتمالا. خب همطور که میبینید اگه کانال تو انگلیسی باشه محتوا تولید بکنید حتی به حد کانال من هم برسه شما درآمد خیلی خوبی میتونید از این سبک فعالیت ها داشته باشید و تبلیغات بکنید داخل ویدیوهاتون. خب دیدید ویدیو انگلیسی اولش مثلا میگن اسپانسر این برنامه فلان چیز هست. خب جای دیگه که من خونده بودم در موردش نوشته بود که یوتیوبرای انگلیسی زبان تقریبا 2-3 برابر درآمدشون از تبلیغات گوگل میتونن از تبلیغات برندها داخل کانالشون درآمد داشته باشن، که خب متاسفانه به خاطر بحث تحریم و اینا به کانالهای فارسی به اون شکل تبلیغات نمیدن و محدودیت‌های زیادی هم هست. شما خیلی راحت هم نمیتونید تبلیغ بیزینس هایی بکنید که تو کشورهای تحریم شده هستن.
حالا اجازه بدید دو تا امکان کوچیک دیگر رو با هم دیگه بررسی بکنیم و این آموزش رو تمامش بکنیم. دیدید من توی ویدیو هام کامنت بقیه بچه ها رو نمایش میدم و یه برنده رو از بین کامنت ها انتخاب میکنم و همیشه هم میگم به شکل کاملا تصادفی و شانسی انتخاب میشن. بذار با هم دیگه بررسی بکنیم از کجا این کار رو انجام میدم. توی یوتیوب استودیو شما باید برید توی قسمت ویدیوهاتون و کنار هر ویدیویی ببینید این گزینه توپ بادی اضافه میشه. اگر این رو بازش بکنید اینجا یه گزینه پیک وینر هست. اگر روی پیک وینر بزنید، اگر روی گزینه پیک وینر بزنید که خب یه دونه رو کاملا شانسی انتخاب میکنه. یه کامنت رو الان بزنیم همینجوری. از بین کامنتایی که برای این ویدیو درج شده الان این رو انتخاب کرد، میگه که خب شانسی این برنده است. میبینید and the winner is برنده مثلا محمد رضا. و اگر این گزینه دوم رو بزنید، یه کامنتی که حاوی کلمه خاص باشه، دیدید معذرتون میپرسم کلمه اسکیل وید کیو ای رو بزنید برای اینکه بتونم یه کامنت خاص رو انتخاب بکنم. ببینید کلمه اسکیل وید کیو ای رو نوشته. از بچه‌ها پرسیده بودم فیلمی که رنگ جذاب داره و رنگش توی ذهنتون مونده رو بنویسید که ایشون اونجرز اند گیم رو نوشته و اینجوری میتونید یه برنده رو بین کامنت ها انتخاب بکنید، بگید که یه تگ خاصی رو بزنن و هر کی اون تگ رو بزنه اینجوری میتونید فیلتر بکنید، یکی به غیر قرار انتخاب بکنید و همینطور میتونید 10 تا 20 تا کامنت انتخاب بکنید، کاری که من انجام میدم توی ویدیوها و ازش استفاده میکنم. بریم سراغ قابلیت آخر که این قابلیت هم بدک نیست. یه وقتایی شما میخواید ویدیوتو تو شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذاری، این گزینه این بالا گزینه تولز یه گزینه شیر تراکر داره. اگه این رو باز بکنید شما تو هر شبکه اجتماعی که منتشرش کردی میتونید تیکش رو بزنی که این حواسش باشه که شما توی کدوم شبکه اجتماعی این رو به اشتراک گذاشتی، که دیگه لازم نباشه جایی بری چک بکنی. یه چک لیست هم اومده برات اینجا گذاشته که بتونی ازش استفاده کنی. خب اینم از قابلیت‌های دیگه توپ بادی بود. هنوز خیلی قابلیت داره که در موردش صحبت بکنیم. تو فیلم‌های بعدی در مورد اون قضیه صحبت می‌کنم. یه سریش هم که قابلیت پولی هستش که به مرور براتون توضیح میدم. خب حالا اگه اجازه بدید با هم دیگه بریم کامنت بچه‌ها رو ببینیم. خب کامنت بچه‌ها رو با هم دیگه دیدیم. اگر شما می‌خواید کامنتتون نمایش داده بشه تگ اسکیل وید کیو ای رو بزنید حتما تو کامنتتون و این سوال رو جواب بدید. از این قابلیتایی که تا الان براتون توضیح دادم از توپ بادی کدوم قابلیت به نظرتون مفیدترین قابلیت هست و شما میتونید ازش استفاده بکنید و از قابلیت پولی به نظر شما ارزش این رو داره که ما $5 بدیم و امکانات پولیش استفاده بکنیم یا نه؟ می‌خوام نظر شما رو بدونم. کامنت بذارید و من سعی می‌کنم 10 تاشو انتخاب بکنم و توی ویدیوهای بعدی نمایش بدم. اگر ویدیو رو دیدید و پسندیدید و می‌خواید آموزش بعدی من رو از دست ندید، تو کانال سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله رو بزنید. حالا دو تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میدم که از نظر محتوا به این ویدیو نزدیکن. اگر دوست داشته باشید به عنوان ویدیو بعدی میتونید یکی از این ویدیوها رو ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید. منتظر آموزش بعدی من باشید. خدا نگهدار.